والر نوبت تو. خب خیلی عمالی. من یه بحثی رو داشتم که خب از اونجایی که ما تو این لایف ها با مجاهدین و اینها نقد مجاهدین که خب اپوزیسیون های مخالف جمهوری اسلامی هستن به این اشتراک رسیدیم که مخالفین جمهوری اسلامی هم باید من نقد میخوام برم با فومت حافظ شما. اوکی مرسی رابی. بعد برای همین میخواستم ببینم که شما که خب جمهوری بی خدایان هستید، چرا یکی از اپوزیسیون های سلطنت طلبا رو نمیاد نقد کنید؟ سلطنت ببینید دفاعیشون از سلطنت چیه که دارن سنگشو به سینه میزنن؟ داشتیم کردیم که این مال چه زمانی بوده؟ چون اخیراً من ندیدم. اخیراً نکردیم ولی داشتیم برنامه. ما کلی دشمن پیدا کردیم تو لایف چت علیه من. من هی داشتم میگفتم سلطنت به چه درد میخوره، سلطنت فقط هزینه داره. اگه نمادی میومدن دفاع سلطنت طلبا میومدن دفاع میکردن، میگفتن سلطنتی که ما سلطنتی که ما میخوام فقط نمادینه، نقشی ندارن اینا تو دولت. منم جوابم همین بود، میگم اگه فقط نمادینه خب پس چرا یا هیچ تأثیری نداره یا ممکنه خطرناک بشه، اولش نمادین بشه بعدم بیاد واقعا یه سلطنت واقعی بشه. اگه هیچ نقشی نداره خب نذاریم که باشه، خب چه تأثیری نداره که باشه. اگرم نقش اگرم ممکنم این داشته باشه که خطر این داشته باشه که از نمادین بیشتر بشه، خب ما این چه کاری اصلا نداشته باشیم. سلطنت چه من از سوالم از سلطنت طلبا اینه، کاربرد سلطنت، سیستم سلطنتی چیه که ما سیستم های مدرن دیگه نمیتونه برای ما بیاره؟ میدونم چه من هیچ جوابی از این سلطنت طلبا نگرفتم. این چیه که تو سلطنت هست که ما تو ایران لازم داریم که سیستم های دیگه به ما نمیده؟ هیچ جوابی. آها تنها جوابی که گرفت بگو تو والا فکر کنم. آره بیشتر مثلا میگن اون حس ناسیونالیسم خیلی افراطی که مثلا وطن پرستی و اینها دارن، این حس رو مثلا از سلطنت رو بگن مثلا ما شاهی داریم و اینها، اینو حس میکنن بیشتر بهش میرسن با سلطنت. حالا شما با یکی این یکی دیگر میگن که این تو تاریخ ایران هست که ما سلطنت هست کوروش کبیر رو. آره این آره بود. مشکل این دوتا استدلال میدونی چیه والر جان؟ مشکل جفت این استدلال، مشکل جفت این استدلال اینه که اسلام و تو حکومت هم با همین دوتا استدلال میتونی توجیه بکنی. ما خیلی از مسلمان ها داریم، ما خیلی مسلمان تو ایران داریم که دوست داره، یعنی از لحاظ یعنی کاربرد نداره، اسلام که هزینه داره. خب ولی اینا دوست از لحاظ چیزیه که میل دارن بهش که تو حکومتشون باشه. خب یعنی اگه شما علاقه به سلطنتی داریم و به خاطر علاقه شما قرار ما سلطنت بذاریم تو حکومت، خب اینا هم علاقه به اسلام دارن، ما اسلام هم بذاریم تو حکومت. یکی دیگه این که میگه خب ما تاریخ ایران چیز بود توش سلطنت و اینا بوده و این ذات ایران دیگه. الان خب ما الان 1400 ساله که تو تاریخ ایران هم اسلام هم داشتیم دیگه. خب پس بعدم میگم ببین ما میخوایم فقط نمادی سلطنت میخوایم، نه به طور نمادی نه به طور واقعی. خب پس شما قبول دارین که ما یه حکومتی داشته باشیم که سکولار باشه ولی اسلام به طور نمادی بیاد تو حکومت باشه؟ یعنی خطر اینو میبینید که فرض کنیم ما یه حکومت سکولار دموکرات داشته باشیم که اسلام هیچ نقشی تو سیاستش نداشته باشه ولی به طور نمادی بیایم مثلا قرآن بیاریم، قرآن قسم بخوره مثلا رئیس جمهور آینده؟ یعنی این خب این یه دری باز شده که دین وارد حکومت بشه دیگه، این خطرها رو داره. برای همین نمادی نمیخواد، نمادی ما نمیخواد. سلطنت الان واقعا تو الان قرن 21 اینا خیلی خارجه. ولی الان من توییتر نگاه میکنم خیلی زیادن، نمیدونم اینا اکانت زیاد دارن چرا اینطوری. آها فقط لایو و قرون وسطایی دیگه. آره حتی تو یوتیوب اینا من بگردم با سلطنت طلب بابک بیشتر وقتی که تو لایف چت، وقتی که بابک بود تو برنامه، قاسم تو نمیدونی کدوم برنامه‌مون بود؟ من برنامه چی؟ برنامه‌ای که مثلا از سلطنت نقد کردیم. یه مهمون داشتیم آقای فخرآور بود که سلطنت طلبه. یه مهمون دیگه هم داشتیم آقای تاریخ شناس بود، اسمشون یادم نیست، ایشون به شدت طرف سلطنت، یادم نیست دقیقه اسمشون چی بود. من همیشه نقد کردم. آها یه دفاع دیگه از سلطنت،
یه دفاع دیگه هم از سلطنت میکنن. میگن مثال میزنن کشورهای اروپایی که به طور نمادی مثلا یه سلطنتی دارن و میان میگن به به نگاه کنی، میان نگاه مثلا میگن به به چه چه نگاه کنی چقدر این کشورها خوبن و خب اینا هم یه سلطنتی دارن و چرا ما نمیتونیم داشته باشیم و این کشورها چقدر خوب نگاه کنی چقدر خوبن. خب من جوابم به این موضوع اینه که خب این کشورها که خوبن به خاطر سلطنتی بودنشون که خوب نبودن. نمی‌دونم چه دلیلا، اگه برین نگاه بکنین که چی باعث شد که این کشورها بهتر بشن، دلیلش این نبود که سلطنتی بودن، دلیلش چیزای دیگه است. خب و این کشورها سلطنتی بودن و الان از سلطنتی بودن جدا دور شدن و به خاطر اینکه دور شدن بهتر شدن، ولی هر روز این سلطنتی توشون یه مقدار مونده. اگه یه روزی سلطنتی کاملا تونست حذف بشه ازشون، اصلا هیچ کاربردی نداره که برگردین به سلطنتی. خب ما حالا سلطنت نداریم تو ایران، سیستم سلطنتی، از اسلام هم تو حکومت بتونیم خودمون رو نجات بدیم، حالا دیگه که خیلی بدتره. من نمیگم اینا شبیه همه، اونا هزار برابر بدتره. یه موقع نگین که من اگه میگم این بده اونم بده، معنیش نیست که به یه اندازه بده. اسلام تو حکومت 1,000,000 برابر بدتر. خب اینو خب، ولی دیگه دلیل نداره که چیزی که دیگه برداشته شده رو برگردونید. موضوع اینه. من تا حالا فکر میکردم که اینجا برای اینکه دشمن پیدا نکنید خیلی سلطنت و اینا نقد نمیکنید، بعد فهمیدم مثلا سلطنت طلبا حرفی ندارن بیان اینجا بزنن، برای همین خیلی نمیبینم. نه من قد دشمن دارم دیگه، اضافه هم بهش باشه تاثیرش رو خیلی دیگه مشاهده نمیکنم. اگر من دشمن درست کردم خیلی ممنون. من برم. مرسی والر جان، فعلا.